سلام آقا سلا. علیکم. چه عجب از این طرف ها. عجب جمال شما. اینا که خمیره. یه 30-40 تا برشتهشو واسه ما بزنید. چی شده سنگک خورا نون ماشین خور شدن؟ یه هر گریه. ما هنوز همون سنگک خور قدیمی هستیم. منتها این روزا ماشینی خورامون زیاد شدن. یادت نره. بیا کامتو شیرین کن. نه از شما در نکنه. اونا حاضر شد بفرست در خونه. سلام. سلام از طلا خان. سلام. شکمت هنوز تو آفساید بکنه. مال شما که پره دو ضربه. هر چه چه سلام علیکم آقا سلام. چای کرم. سلام علیکم. مخلصم. ارادت داره بابا. سلام آقا سلام. سلام علیکم. چای کرم. با سلام از دولله خان خان خانها. سلام آقا رضای گل. چطوری آقا رضا؟ گلی با جمالت برمایشی بود قربان. برنج درست و حسابی که بشه خود چی داریم؟ چه فایده؟ ما هرچی بگیم شما قبول نمی کنید که از دولله خان. دمزیای درجه یکه، یه بنده انگوش ری میکنه با خدا. این به درد خودت میخوره کاپا. این بدک نیست، یه دوتا گونی بذار رو چرخ. میشه به ما بگی پسند شما چه حکمتی داره؟ خدا همه یه ابزار کار به آدم داده که کلا سرش نره. خب دماغو داده که بو بکشه تا برنج کهنه نباشه. دندونو داده که بجوی تا برنج پوک نباشه. چشمو داده تا نگاه کنی که خورده برنج توش نباشه. عقلم داده که چتکه بندازی بخری یا نخری. خب مگه اون چشم بود؟ اونی که تو دادی فقط به درد گنده کردن شکم میخوره. بابا آدم ایول میاره با خدا. ها چوب خط من که هنوز پر نشده. اختیار دارین از دولا خان، کل بنکداری مال خود شماست. ای خالی بند، ای خالی بند. آمیرزا منه. بیا اینا رو ببر. فردا شب یادت نره. چشم. انشاءالله میام. سلام قربان. بجام آمیرزا بجام. به سلامت. خیر پیش. سلام از دولا خان. علیکم. چاکرم. زنده باشی. آقا سولا سلام علیکم. عبد داشتگانم چطوری؟ شاکریم آقا سولا. کجا میری برسونمه؟ قربون تو. ببینم این داشت مصطفی ما رو ندیدی؟ آقا مصطفی رو؟ آره. نه اما آقا جمال رو دیدم. کاپوت چه زده بود بالا. بهش گفتم بکسلت کنم، گفت وامیستم تا اکبر بیاد. ببینم من آقا مصطفی طوری شده؟ نه رفته کارت پخش کنه. کارت؟ آره دیگه مگه خبر نداری؟ نه. ای بابا فردا شب اخ کانون ناصره. جون من. جونت بی بلا. ببین اگه دیدیش که هیچ، اگه ندیدیش دست زن و بچه تو بگیر و بیا اونجا. یا علی از طلا خان. علی یارت برو بریم. بیا چشم. سلام علیکم. از سلام آقا جواد چطوری؟ حال احوال خوبه؟ به سلام آقا سلای گل. بندون نیشه تا تعظیم عرض میکنم آقا سلا. بفرمایی خیلی خوش اومدی. سلام آقا مرتضی حالت چطوره؟ چطوره؟ میبینی که شیرنی های ما حاضر شد؟ مگه نگفتی فردا؟ آقا سولا یه جا که دست اول برای تعریف بکنم. فعلا یه چند کیلو رد کن بیا. جوک؟ نخه شیرینی. ای بابا تو کمک بزن تو ذوق ما. بفرما 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 دهنتو شیرین کن آقا سولا. واقعا که خیلی سالاری. آمیرزا بله. بیا آمیرزا بیا بخون. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. ممنون. مبارک باشه. انشالله به سلامتی. عباس آقا یه دو کیلو هم نقره بید مشکی به من بده. بفرما. خیلی با نمکه. چی نقل؟ جوک. ای شش سفید یادت نره فردا شب اخ کانون ناصره.
آقا اصلالله. بله. شما فرد شب دعوت داریم. مال ما که دو قبضه شد. کیا برده؟ صحابی اکبر رو بود. یه جوک بگم خدمتون، خیلی با مزه است. نمیخوام. فرد شب انقدر جوک بگو تا جونت در بره. ببند اون گاله رو. میگیم ببند آقا چیه رو ببند. نوکرتم به خدا. سلام. شاکرتم. این مال شما؟ اینم مال شما. فردا شب از کانون پسر اسکل و شافانره. ببین چی میگم. بهتره بری سراغ جمال تو اون خیابونه. کابوت چه زده بالا. باید بوکسرش کنی. برو بهش برس. نوکر شما سلام. قربونت. یا علی. ببخشید آقای. حاضر شد؟ بیا نمکشم بریزم که دیگه آماده است. آخه خانم بزرگ، حالا موقع رو پختنه. چی بگم والا، مثلا فردا اخ کنون داریم. ببین آقا بزرگ چه بساطی رو انداخته. خوبه همتون اخلاق آقا بزرگ دستتونه. تو این خونه فرصت نمیدن آدم به زندگیش برسه. تا وقت هست پختن رب و یا انداختن سرکه و ترشی و غیره. پاییزم که میشه سمن و پزون آقا بزرگ واسه آقا جمال. خوبه والا، ما شدیم آشپز این و اون. انگار نه انگار که ما هم هزار جور گرفتاری داریم. اگه راست میگی این حرف رو به آقا جونم بگو. پس سری کارتو بکن. ای چه مرگتونه، یه کمی ساکت باشین آدم به زندگیش برسه. بلشون کن مادر جون. خب بچه‌ها دارن بازی میکنن، آخه چی کارشون داری؟ ایجاد بیداد. چه مرگتونه شماها، چرا نمیتونی مثل بچه آدم بازی کنی؟ زهرا. بله. بیا اینجا ببینم. زهرا جون اینو ببر سر پاش بگیر. مرزیه بیا ببینم. ببین بچه ها چجوری بازی میکنن. سرتو بگی بالا. زهرا مواظب باشه وقت نندازیشا. چرا صورت رو نشستی؟ بشین بشور. ببین ببین چجوری به زهرا حرف میزنه. همچه حرف میزنه انگار کلفتشه. تو کار جاریا دخالت نکن دختر. آخه خدا رو خوش میاد این زهره ورپریده همچی با زهرا حرف میزنه که همه ازش سوء استفاده میکنن. ولش کن دختر، اینقدر سر به سرش نذار. آخرش همچی یه روزی خدمتش برسم که خودش نفهم از کجا خورد. وا وا نداره. ببین چجوری ازش سواری میگیره. خوب تو هم اونا خوب بلدن با هم کنار بیان. الهی قربونت برم. ببین صورتتو شستی چقدر خوشگل شدی. بدش من. زبونت خوره در میاره بگی دستت درد نکنه. دستت درد نکنه. کاری نکردم که. چی شده زری جون؟ چرا اخمات تو همه؟ هیچی هیچی بابا، این ذره کوچیکه دائم دنبال درد سر میگرده. پاشو پاشو برو بچه تو بخوابو. چی میگی تو؟ بده من بده من اونو بریزم تو دیگ. اینه که هنوز صاف نکردی مادر جون. تو زهره زهره جون خانه کجایی؟ سلام علیکم.
کسی وای نباشه. سلام سلام بچه ها چطوری؟ بیا این مال تو، اینم مال تو، اینم مال تو. خب بچه ها شکلاتاتون رو بخورین و بریم بازی کنین، اما تو باغچه نرین ها. یالا ببینم بدوین کامیه مات آب باری کلا بدوین ببینم بدوین بدوین بریم بازی کنین. سلام سلام سلام، خسته نباشی. بچه ها بیان کمک کنین این دیگو بذاریم زمین. آخه آقا اسدالله، مگه نمیدونی فردا چه خبره؟ یه دنیا کار داریم. باز رفتی گوجه فرنگی خریدی آوردی؟ چی میگی خانوم؟ یه عقل کنون که نباس آدم از زندگیش بندازه. آمیرزا اون صندوق گوجه رو بردیم. بازم؟ آره. ای داده بیدا باز اومد و دستور دادن شروع شد. من که خیلی از آقا جونم خوشم میاد، همچی که پاشو میذاره تو خونه همه باستا رو کیسه میکنه. نه بابا این خبرام نیست. چرا چرا ها؟ برای تو آره. از دست دهن تو شیر دستت درد نکنه. زهره. بله آقا جون. بیا این جعبه شیرینی رو ببر تو اتاق. خدا بیرم من دستم بنده آقا جون. به زهرا بگی دستم بنده یعنی چی؟ بلند شو بیا اینجا. بله آقا جون. این جعبه شیرینی رو بگیر ببر بذار تو اتاق. چشم. اجام بری؟ با من این آقا جون؟ نه خیر با سرکارم. بجام چند تا سبد برده بیار اینجا. یالا بجام. چشم آقا جون. باجه ها رو سوا کن. چشم. زهرا اینجا بینم. بله. این نقلا رو بذار تو یخچال، این نونا رو هم ببر بذار تو جانونی. مواظب باش نیفته. چی گفتی؟ گفتم مواظب باش نیفته. چشم حواسم هست. میدونستم. زری کوچیکه کجاست؟ تو اتاقه داره بچهشو میخوابونه. آها پس کی میخوان یه دستی به سر رو این حیات بکشی؟ ماشالله. ماشالله به تو. مگه تو مهلت میدی؟ وقتی پاتو میذاری تو خونه همه رو به سلابه میگه. ای بابا یه خورده قرقر کن. دیدی؟ نگفتم تا بیاد هارت و پورت شروع میشه؟ وا جمال هنوز بر نگشته؟ نه از صبح که رفته کارتا رو پخش کنه هنوز نیمده. باز ماشینش خراب شده. آخ میبینم هی دلم داره شور میزنه. آها باز ما یه چیزی گفتیم ها. پس کو این چایی تازه دمه؟ آخه تو امون میدی؟ چشم الان میرم میارم. ببخشید. سلام علیکم. سلام. خسته نباشی. قربونتون. چی شد آقا جمال؟ چه میدونم، نه با استار روشن میشه نه با هول روشن میشه، معلوم نیست چه دردش نامسته. باید بوکسلش کنیم ببریمش پیش دکتر جلال. کارتا تموم شد اکبر؟ نه بابا نرسیدم. بیا آقا مالش گرفته میشه که منتظر بهانه هست. خب چیکار کنم؟ ما
مثلا فردا عقد کنون پسرته، ببین چه علم شنگه این رو انداختی. بفرمایید آقا. دست شما درد نکنه خانم. حالا فصل روبه گوجه فرنگی و خیارشو رو سبزی خوش کردنه. تازه فردا کنونه، عروسی که نیست. با این سور و ساتی که راه انداختی قربون صد تا عروسی. ماشاءالله چقدر قر میزنی. داره بله آقا جون. کارت که تموم شد میشینی برنجا رو پاک میکنی. دو تا گونی هن آقا جون. بله خودم میدونم دو تا گونی هن. اهری هم بهت کمک میکنه. چرا وایسادی بجم؟ ها ببینید چه درست کردم. سلام آقا جون. به به خانم خوش سلیقه. بفرمایید بفرمایید بریم پایین کارتون دارم. بفرمایید. بیا بانستا بیا اینم بگیر. حالا بشین اینجا به مهری و زهره کمک کن. برنجا رو پاک کنید تا من برگردم. چشم آقا جون. زهره نبینم از زیر کار در بریا. من میرم بیرون و بر میگردم. اگه جمال و جلال اومدن بهشون بگو کارا رو راستریز کنن تا من برگردم. ناصرم که اومد بهش بگو من رفتم سلمونی. بیاد سلمونی حسن آقا. میرزا بریم دیگه. ماشالله سلسله است. بزنم به تخته آقا جونم و چش نزنم. زهره کرد خانم از حرفای آقا جون دلخور شد. اینم چقدر گنده دماغه. پاشیم پاشیم بچه ها سر دیگه بگیریم ببریم تو زیر زمین. همینجور جلو دست و پا مونده کادود شده. زهره جون تا هم برو بگو زهره بیاد. الان وقت قهر کردن نیست، یه دنیا کار داریم. برو مادر. آخه خانم بزرگ اصلا برای من ترم خورد نمی کنه. زری جون بری بهتر نیست. زری جون بودو بودو مادر بگو زودتر بیاد قربونت برم. الهی الان رفت. برو چشم. برو بگو زودتر بیاد. زود باش. شما دوتا که نمیتونید سب کنید آخه اونم بیاد. اخ. چیه خانوم؟ چرا قنبرک زدی؟ تو که اخلاق آقا جونمو میشناسی نباید ناراحت بشی. آقا جونت عادت داره جلوی همه آدمو سنگ روی یخ بکنه. ای بابا چه حرفایی میزنی تو. خودت میدونی که چند روز دیگه آقا جونم میاد از دلت در میاره. پاشو پاشو، خوب نیست این قیافه اخمو رو به خودت بگیری. اونم الان که عقد داداش ناصرمه. بزن یکی دو روزم تموم بشه. من میدونم و جلال تکلیفمو روشن میکنم. بابا دست ورده تو هم. حالا میبینی. زهره جون پاشو. خیلی خب حالا تو برو من بعد میام. اگه آقا جونم بیاد ببینه کارامو مونده ها اوقاتتو تلخ میکنه ها. دی همه دیگه زهره فقط برای کار کردن زهره است. خیلی خب ما گفتیم خودت میدونی. به 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 بس محمود بیا بابا. بیا که عروس آوردم. بیا که عروس آوردم. چیه پسر باز چی شده؟ سلام. سلام سلام. خوش اومدی خوش اومدی. چطوری باکسل چی؟ ممنونم. تو چطوری زاپاس همیشه پنکر؟
سلام داداش. سلام. سلام عثمانم. سلام آقا جمال گل. چی شده آقای راننده پای یک خوش عقل؟ دیگه چی می‌خواستی بشی؟ اینا ماشین تو تعمیر کردی؟ بفرمایید. بفرمایید عثمانم. می‌بینی؟ می‌بینی ما بشکنین دست که نمک نداره. نداره دیگه. بیا بابا، بیا سیم بوکسل تو بگیر. بشکن. دکتر جون کمک کنیم بیمار اون گوشه بسترش کنیم. چاکرم عثمانم. آقای برو چلو بولش بده ببشه گرد بده 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 بول بده مواظب باش مواظب باش نه گرد چند باش خوبه 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 عالیه مواظبش باش یا علی کاری نداری؟ نه خداحافظ به دیدن ما بیا بابا جون برو به سلامه بوش جلال خداحافظ خداحافظ به سلامت باکسل چی؟ سلام علیکم. حالا شما خوب هستید؟ آرتای همه رو دادی؟ دو تا داشت بود. بهجون کار داری؟ چشم رو چشم. مخلص شما هستم. خدا خوش اومدی. به سلامت. تو نه راست میگم جون تو. آره اذیت نکن. حالا خودت میدونی. اصلا تو چقدر میخندی؟ سلام آقا جون. سلام آقا جون. سلام جماعه. چی شده؟ چه میدونم والا. هیچ چی. ای خاموش میشه تو خیابون. جلال. یه خورده دست از این لودگیات وردار برس به ماشین بابا مسافر تو خیابون نذاره سلام استل بجونم اوس معمون نوکرتم خسته نباشی قربونت قربونت برم خب خودت چطوری؟ ای بد نیستم خوب به دودو افتادی ها چه میشه کرد بابا بچه غیر از دردسر واسه پدر و مادر هیچی نداره خدا همشونو بهت ببخشه گفتم بیام کارت دعوت تو خودم بهت بده به 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 دست شما درد نکنه شرمندمون کردی اختیار داری دشمنت شرمنده باشه زنده باشی زنده باشی آقا استالله اگه این قلب بی پیر ما ریپ نزنه حتما خدمتون میرسم بوس مامو راستی رفتی دکتر چی گفت؟ چی میتونست بگه؟ گفت لب بکنم باید باش بسازیم اینا همش علت پیری دنبال چی میگردیم آقا عبدالله سلام از کنم آقا جمال الان خدمت میرسیم سلام از السلام دستت درد نکنه بفرمی. داشت میتی گل بفرما بفرمی چطوری؟ بفرما زنده باشی آقا استاد بابا چطوره؟ اونم دعاگوی شماست بد نیم بهتر شده؟ الحمدلله بفرما بگم آقا استاد جانم فردا شب این بچه هارم را میدن ای کلک ای کلک جمال بله یه کارت دعوت بده به داشمیتی گل خودمون ان شاء الله مبارک بشه زنده باشی داشمیتی گل مجلس جلال بله آقا جون بجم زودتر کارا تموم کن تمام کارا رو ریختیم سر عزیز بجم بابا بجم چشم آقا جون رو جفت چشم بفرما آقا میتی مبارک بشه زنده باشن آقا عبدالله این بچه ها یه سر سوزن به هم نرفتن هرچی جمال تو خودشه بود ناصر کم حرف ماشالله این جلال شلوغ و هپیل هپوز میبینی چی میگه ای خدا که این نوبت ما میشه آخیش ما این نوبت یه بیچاره دنباله یه پدر عروس خوب بگرد بفرما اومد آقا مصطفی اومد اینم از داش مصطفی خوده به به سلام چی همو چون بازم خراب کردی؟ سلام بچه ها چیه خوردیم به خنسی؟ بابا اونم میکانیک آخه بهش بگو کنه مجانی همینه دیگه سلام داداش سلام آقا مصطفی چطوری خوبی؟ الحمدلله قربونت برم تازه چی داری؟ والا یه سر رفتم زورخونه مرشد عباس گفتن که رفته زیارت بعدش اومدم میبینم کاری چیزی مونده یا نه نه الحمدلله همه کارا رو براست رو براست؟ پس شیرینی و میوه چی؟ همه رو سفارش دادم بابا شرمندمون کردی والا خیلی ممنون شرمنده باشه داشت مصطفی نوکرتم اختیار داری خب کارتا رو چی کار کردی؟ کارتا رو والا همه شو پخش کردم فقط یه دونش مونده مال کی؟ مال
حسن محمود خودمون. دست شما درد نکنه ولی من نمیتونم بیام. سرافرازمون کنم. نمیتونم بیام. نمیتونم یعنی چی؟ چون که یه جای دیگه هم دعوت کجا دارم. کجا استاد؟ اخ کنون پسر آقا اسدالله خودمون. پس اینم داشته باش که دو جانبه باشه. دست شما درد نکنه. دیدی آقا اسدالله من پیره مرد بیکس و دو جا دو جا دعوت میکنم. بله دیگه. از بس خوبی حسما باشی. خوبی از خودتونه. قربونت برم. یالا سلام. سلام. سلام عزیز. سلام 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 بیجون. سلام سلام عزیز. سلام عزیزم. چرا دیر کردی؟ لباس حاضر نبود، گفتم یه حرف حالیم نیست، میشینم تا تموم کنی. خب مبارکت باشه. زود برو سلمونی، آقا جونت اونجا منتظر. کدوم سلمونی؟ حسن آقا دیگه. من اونجا نمیرم، اون که بلد نیست اصلاح کنه بابا. حالا چه بلد هست چه نیست، تو برو اونجا منتظرت. آقام نزد داره بره پیش حسن سلمونی. من اینجا چشم میذارم. من بای اون با بازی از من اینجا قایم میشم. تو اونجا قایم شد. لا اله الا الله. به چه میخندی استاسم؟ به ریش آدم های حرف مفزن. چطور مگه؟ یه یارو اومده میگه شرط میبندم تو اخکنون پسر اسدالله خان یه اشکلی میفته. دستم موچمو ول کن، له شدم. چی گفت؟ دستمو ول کن تا بهت بگم. اما عجب زوری داری ها. هیچی بابا، یارو از رو شکم حرف میزن. گفتم بهش برو بابا دنبال کارت، مگه کسی میتونه با آقا اسدالله در بیفته؟ بچه کجا بود؟ گفتم بچه کجا بود؟ در خونگاه. آه دیگه چی بود؟ هیچی بابا، تا اومد حرف بزنه فرچه رو چپوندم تو دهنش، تمام دهنش رو پر کف صابون کردم. ببینم حسن. بله. تو که به کسی نگفتی؟ نه بابا. چی رو؟ همین چرت و پرتا رو. دمت گرم بابا آقا اسدالله، بعد یه عمر هنوز ما رو نشناختی. داخل آدم کی باشه که پشتر آقا اسدالله بتونه حرف بزنه؟ پوزش رو کف صابونی میکنم. ببخشید حسن. بله. مثل که اینجا یه چند تا مو باقی مونده. باشه باشه. چشم. ببینم این قیچ و تیغت که اشکالی توش نیست ها؟ اختیار دارین، بعد از هر اصلاح هر دوشو استریل میکنم. باریک الله. سلام علیکم. خب آدم یاد میگیره دیگه. سلام علیکم. سلام بابا جون. بابا شاد اومد. بفرمایین خوش اومدین. ناصر وقتی کار تموم شد رفتی خونه، به عزیز بگو من یه سر میرم ابن بابه. چشم بخواست. دستت درد نکنه. بفرمایین. حسن بفرمی. قابلی نداره. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. نشنوم راجع به این قضیه با کسی حرف زده باشه. اختیار دارید، ما نوکر شما هستیم. آقای حسن آقا، چی میتونه از این حرفو بزنه؟ فردا شب یادت نره بیاری. چاکری شما هم هستیم. من حساب کردم، تو دیگه نمیخواد پول بدی. خداحافظ. خوش اومدین. به سلامت. قربون دستت. زیاد کوتاه‌تر.
خاطر جمع باش، یه سری برات بزنم این دستی گل. راست راستی ها، تو این محل فقط دامادی به تو میبراز و بس. آزر بیا بکوش ببینم عیب و ایرادش چیه. آه قربون دخترم برم. پس کجا داری میری؟ من نه عروسی میکنم، نه لباس عروس میخوام، نه هیچی دیگه. وا، تا تکلیف من روشن نشه عروسی بی عروسی. آخه چه تکلیفی؟ چه تکلیفی؟ مگه قرار نبود شما بریم با عمو اسدالله صحبت کنی؟ چه حرفا میزنی ها؟ من برم به عمو اسدالله چی بگم؟ اون براتون اتاق درست کرده، انقدر یه دندگی نکن، انقدر اذیت نکن. همین که گفتم، مگه شما قول نداده بودین بریم با عمو اسدالله صحبت کنی؟ اگه راست میگی خودت برو باش صحبت کن. باشه، خودم میرم بهش میگم. آره برو بهش بگو، اونم همچین میزنه تو دهنت که حس کنی. آخه برای چی بزنه؟ مگه من چی کار کردم؟ بله برو بهش بگو. چرا میخوای منو بندازی جلوی چکم و اسدالله؟ نه من، نه بابات، نه هیچ کس دیگه جرأت این که بریم با عمو اسدالله حرف بزنیم نداریم. حالا یه دندگی رو بذار کنار و بیا لباستو بپوش. خودم میدونم چیکار. سلام بر همگان خرد و کلان. سلام داداش. سلام زری خانم. خسته نباشی. خیلی ممنون. سلام آقا جلیل. سلام زهر خانم. علیکه سلام خانم. خانم ما چه؟ باز که قوره شدی؟ جلال جون چه خوب شد اومدی. سلام عزیز. سلام مادر. میخوام منو ببری یه جایی. کجا عزیز؟ خونه خاله مولودت. واسه چی؟ با وزیر جنگ ما چی کار داری؟ واسه این که دعوتش کنم. زهر جون تو هم برو کاراتو بکن با ما بریم. چه فایده؟ اون که نمیاد. میاد یا نمیاد من باید دعوتش کنم. هرچی باشه خواهر بزرگمه. باشه بریم. بالاخره مادرزن عزیز ما هم هست. جلال جلال شر به پا نکن پسر. باشه باشه. جوانم بوش بوش. نزی نه نز نزی نزی نپو چه لپی داره آنی بکن. بیدش ببینم. ماشالله 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 خوشگل پسر. داداش جلال ننازی. سلام دهی. سلام خوشگل پسر. نکن داداش اینجوری میترسه. ویش بچه ها کجا؟ مهری که نرفته؟ بچه ها دارن بازی میکنن. مهری هم رفته خرید کنه. خوشگله من بی بغل. خب کاری داشتی؟ هیچی، میخواستم بگم اگه میشه سری را بری دنبال محمدی از دبیرستان بیاریش. باشه رو چشم. خیلی ممنون. خب مادر بلند شو بریم. بریم عزیز بریم. زری جون حواست به کارا باشه. چشم. زهرا جون تو کاری چیزی نداری؟ سلام برسونی. سلامت باشی مادر. خداحافظ. خداحافظ. زهرا جون مراقب بچه‌ها باش تا من برگردم. خیالت راحت. خداحافظ. به سلامت. بفرمایید خانم. خانم بیاین دیگه. نه مبارکشون باشه. من نه تو خوشی نه تو ناخوشی اسدالله پاچه رو نمیذارم. خیلی ممنون. آبجی مولود آخه این چه کینیه یه که تو داری؟ الان دیگه سالها از اون موضوع گذشته، هنوز یادت نرفته؟ خواهر تو که میدونی، تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ اون داغی که اون به دلم گذاشته تا قیامت دلم باهاش صاف نمیشه. ای خواهر تو هم بی خود یه چیزی رو گنده میکنی. من گندش میکنم؟ خوبه والا خوبه. من پیرزنو تو این خونه دنگال یک یالقوز گذاشته. مگه من چند تا دختر دارم غیر این ورپریده که زن اون آقا جلال شما شده؟ اونم ورش داشت بردش تو خونه خودش.
اتاقای اونور داره باد میخوره، اون وقت اینو با دو تا بچهش چپونده تو زیر زمین. خواهر تو که از سلا رو خوب میشناسی، طبعش بر نمیداره که پسرش دومات سرخونه باشه. واه 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 چه افاده ها، مگه کی هست؟ مگه یه درشکه چی بیشتر بوده؟ طبعش بر نمیداره. گفتن این حرفا چه فایده داره خواهر، غیر از اینه که کدورت میاره؟ ما با هم فامیلی، اصلا شوهر خواهرته. گفتن این حرفا خوب نیست، اون به خانواده ما بد نکرده، خودت بهتر از همه میدونی، مگه نه؟ آره کارای دیگه‌ش هم میدونم. میخوای واسط بگم؟ چه حوصله‌ای داری خواهر، دست بردار. آی محمدی، آی محمدی بیا بابا دیگه. سلام. سلام آقا، چطوری؟ خوبی؟ قربونت. حالت خوبه؟ خیلی ممنون. چطور اومدی دنبال من؟ زری کوچکه گفت بیام دنبالت. امشب خونه آقا جون اینا تلپیم. این اصطلاحات از کجا یاد گرفتی؟ تلپیم. آ مدرسه خیابونو. ببینم تو مدرسه‌تون تخت پاکن پیدا نمیشه. چطور مگه؟ میبینم تخته رو با کت شلوارت پاک کردی. از عقد کنون چه خبر؟ همه چی. امشب باید بریم یه دستی به سرگوش حیات بکشه. چقدر بهش گفتم. به کی؟ ناصر جیغی. چقدر بهش گفتم مواظب باش نشید، آخرش هم شد. نه آذر دختر خوبیه. آره با بر منکرش لعنت. یعنی ما دخترم همونو نمیشنسیم. چرا؟ بر منکرش لعنت. کجا داری میری؟ خونه وزیر جهنگ، خاله مالودم. آره دعوتش کردی مگه؟ عزیزم رفته دعوتش کنم. فکر میکنی بیاد جلا؟ من که چشم آب نمیخوری، ولی عزیزم میگه خواهر بزرگشه، احترامش واجبه، این حرف دیگه. خانم بزرگ درست میگه. میخوای بری صداشون کنی؟ نه حسره نکنال خاله مالو دمو ندارم. همینجا صداش بزن. آره با بخن، بایدم بخندی، من وزیر جنگ دارم، تو وزیر دفاع. حسله ای داری خواهر. خب بالاخره که چی؟ همونی که گفتم. من هرچی بگم تو حرف خودتو میزنی. ببین ملوک جون، اون قضیه یه زخمی تو روح من گذاشته که فراموشش نکردم. خوب شدی ولی جاش هنوز هست. صلوات بفرست و بزرگی کن و بیا. نه ملوک جون، تا وقتی اسدالله دست از این قزاق بازیاش فر نداره همینی که هست. تو هم بی خودی سگرمهاتو نکن. تو هم شنیدم آذر نمیخواد تو اون خونه زندگی کنه. من میدونستم تو اون خونه نمیاد. اگه اینجور بشه علم شنگی به پا میشه. ها پاشو پاشو زهره، بریم که خیلی کار داریم. بله جونم، حرف حق تلخه. خب خداحافظ خواهر. خداحافظ.
خداحافظ مادر. به امان خدا. بابا نور به قبرت بباره، وصیت تو عمل کردم. گفته بودی پیش از مرگم بچه ها رو به سر و سامونی برسون. ناصر آخریشه، فردا شب احکامی میشه. آذر رو واسش گرفتم، دختر مصطفی رو، خودت که بهتر میدونی. آذرم که عین دخترای خودم. گفتم تو خونه غریب نره بهتره. اینم فانوس آقا سلطان. دستت درد نکن. هر شب جمعه تو خودت این فانوس رو روشن میکنی، شبای دیگه من. میدونی چند ساله؟ خیلی ساله سید، خیلی ساله. آقا اصطلاح، این فانوس ها رو میبینی که رو قبر روشنه؟ الان سال هاست که دارم شبای جمعه اونا رو روشن میکنم. خدا عمرت بده. کس و کارای مرده ها تک و توک سر میزنه، اما من روی عادت قدیمی هنوزم شبای جمعه فانوسا رو روشن میکنم. چراغ خونت روشن باشه. فقط تو یکی این همه سال هر شب جمعه میای اینجا و با بابات حرف میزنی. میدونی آقا اصطلاح، روبای قبرسون بدون فانوس خیلی دلگیره، خیلی دلگیره. سید، فردا شب اخ‌کنون ناصره، تو و بی بی هم سرافرازمون کنی. یه خودم زودتر بیا. به سلامتی انشاءالله. اومد بشی. فعلا با اجازه. خداحافظ.